سلام دوستان روزتون خیر دکتر سرگلزایی هستم و یادداشت این هفته رو براتون میخونم که عنوانش هست مدیریت به سبک آپارتاید از سال 1948 تا سال 1991 رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بر مسند قدرت بود آپارتاید یا تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی به این معنا بود که اقلیت سفیدپوست اروپایی تبار در بالاترین سطح رفاه زندگی می کردن و اکثریت رنگی پوست که آفریقایی تبار یا هندی تبار بودند در پایین سطح رفاه زندگی می کردن. در نظام آپارتاید افراد متعلق به نژادهای غیر سفید مجبور به اقامت در محله ها و شهرهای خاصی بودند و از کلیه حقوق مدنی و امکان پیشرفت سیاسی و اجتماعی محروم بودند حتما این سوال براتون ایجاد میشه که چطور یک اقلیت ده درصدی تونسته به مدت بیش از چهل سال یک اکثریت 90 درصدی رو به اسارت بگیره و از حقوق شهروندی محروم کنه چرا این اکثریت 90 درصدی در مدت چند دهه نتونستن سیطره این اقلیت کوچیک رو در هم بشکنن پاسخ این سوال قابل تعمیم به سایر حکومت های و سرکوب هم هست همون سیاست قدیمی تفرقه بیانداز و حکومت کن توزیع نژادی در آفریقای جنوبی به این شرحه حدود 80 درصد سیاه پوست، حدود 10 درصد آسیایی یا هندی تبار و کمتر از 10 درصد سفید بوست ابتدا تمام 90 درصد جمعیت غیر سفید پوست به یک اندازه دچار محرومیت و فقر بودن ولی وقتی مخالفت ها و اعتراضات به این نظام غیر آدلان شروع شد حاکمان سفید پوست به توضیع غیر برابر فقر پرداختند. به این صورت که برای اقلیت آسیایی تبار حقوق و رفاه بیشتری قرار دادند و این اقلیت رو در برابر اکثریت سیاه قرار دادند. بنابراین آسیایی تبارها تبدیل به دژخیمان و مأموران حکومت نامشروع شدند و برای حفظ حقوق اعطایی به سرکوب سیاه پرداختند. پرداختند. این چنین بود که حاکمان سفید پوست دیوار حائلی از جنس هندی تبارها بین خودشون و سیاه قرار دادن تا با خیال راحت از جایگاه نامشروع خودشون بهره ببرند و خودشون درگیر سرکوب سیاهپوستان پوستان در حکومت‌های توتالیتر اروپای شرقی هم همین اتفاق به شکل دیگری رخ داد. در حالی که اکثریت مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند، به اعضای حزب رفاه بالاتری اعطا می‌شد. اکثریت مردم برای تأمین مایحتاج ضروری زندگیشون ساعتها در صف می‌ایستادند و فقط به اجناس کمکیفیت دسترسی داشتند. در حالی که اعضای حزب یا مدافعان حکومت از فروشگاه های ویژه خرید می کردن که محصولاتی با تنوع و کیفیت بهتر با تنوع بیشتر و کیفیت بهتر ارائه می کردن و صفهایی کوتاهتر داشتند. نتیجه اینکه اعضای حزب که مایل بودند سهم بیشتری نسبت به اکثریت جامعه داشته باشند نقش پلیس مخفی مأمور دستگیری و شکنجه زندانبان خبرچین و مدافع حکومت رو در محله و اداره و شهر ایفا میکرد نکته تنظامیز قضیه این هست که این دیوار حائل خودش در مقایسه با اقلیت حاکم فقیر و محروم زندگی میکنه ولی در مقایسه خودش با همسایگانش خودش رو خوششانستر و موفق تر میبینه بنابراین ترجیح میده به جای ملحق شدن به همسایگانش متحد اربابان باقی بمونه و از پسمانده سفرهای رنگین اربابان ارتزاق کنه ممنونم که گوش میدید و تعمل میکنید دکتر جایی هستم به امید فردایی سبز